صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی. همیهنان ارجمند، در برنامه یادی از هنرمندان، خب ما سعی کردیم یک روالی رو از کم دنبال بکنیم، از پیشکسوتان و قدیمی ها یاد کنیم. حالا بعضی وقتا استثناء پیش میاد، مثل برنامه هفته گذشتمون که راجع به بانو هایده بود. اما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به یک بانوی هنرمند که صدای فوق العاده دلنشینی داشت. بانو روح‌انگیز. بانو روح‌انگیز همیهنان ارجمند در شیراز زندگی میکردن و خب خودشون در یک گفتگویی به این مسائل اشاره میکنن و وقتی کلنل وزیری مدرسه عالی موسیقی رو تأسیس کرد، خب عرض کنم که آقای سنجری، پدر این آقای حشمت سنجری، یعنی آقای حسین سنجری، بانو روح‌انگیز رو تحت تعلیم قرار داد، برای اینکه راحت تر بتونن با هم کار کنن، با هم ازدواج کردن با بانو روح‌انگیز. شاید بعضی‌ها ندونن. به هر حال کلنل هم بسیار صدای بانو روح‌انگیز دوست می‌داشت، آقای کلنل وزیری، و حتی چندین کار زیبا خود کلنل نوشته که با صدای بانو روح‌انگیز اجرا شده. در بعضی از این کارها خود استاد وزیری، کلنل وزیری، عرض کنم که با او همخوانی میکنه، مثل اون ترانه مشهور عرض کنم که راجع به ایرانه. اما برای اینکه شما وسعت صدای این بانو رو دریابید، اجازه بدهم از حضورتون یک آوازی داره بانو روح‌انگیز، مشهور است به آواز دشتی. این رو بشنوید، ببینید که این بانوی هنرمند از چه وسعت صدایی برخوردار بود. البته اینا اون موقع روی صفحه ضبط شده بود. با هم بشنوید. Thank you.
بله، این صدای بانو رو انگیز بود، این آواز دشتی. اما خود بانو رو انگیز در یک گفتگوی با همکار عزیز من آقای خسرو بهروزی اون زمان در ایران گفتگوی انجام داد و قسمتی از این گفتگو رو با هم بشنویم. از کنم بزرگتون که من 7 سالم بود میخوندم، 7 ساله بودم، صدا داشتم. بعد به وسیله آقای دکتر سیدتی خانی که همسایه و دیوار به دیوار ما بود، به وسیله ایشون با حسین سنجری آشنا شدم که پدر همین حشمت سنجری با اون آشنا شد، آشنام کردن، درس موندم 6 ماه پلوش، بعد بردنم تحویل دادن به آقای مدسه کلنل علی خان مجلس. اونجا درس میخوندم، 7 سالم اونجا درس میخوندم که خب رفتم جلو دیگه، همه چی یاد گرفتم. صدای من بس که بلند بود و خوب بود دیگه، لازم نبود بلندگو اینا داشته باشه، هیچ نمیخواست، هیچ وقت بلندگو نمیخواستم، تو بدون بلندگو همه وقت میخوندم. از صدای منم اصلا ناراحت بودن اونایی که میشنیدن. بسی بلند بود. مشوقتون کی بود؟ آقای کلنل علی خان وزیری بودن و شاگردا که تو مدرسه بودن و از قبیل سبا و نمیدونم چیز پرویز خان ایرانپور و شاگردای دیگه که بودن. خیلی شاگرد بود اینجا. بعد پدر و مادرتون تشویقتون؟ پدر نه، پدرم از نمیخواد، دوست نداشت این کارو. بعدی که من پدرم مرد این کارو شروع کردم. بله. مادرم چرا دوست داشت؟ چون خودش صدا داشت. بله. البته نمیخون، لالای خوب بلد بود. خب بعد اومدین به رادیو. بله. اومدم به رادیو که از من شیراز بودم، زن اون حسین فرزانی بودم. اونجا بودم، دیدم صدا رادیو میاد، گفتم بذارم رادیو بخونم. نه بابا، نه، گفتم من میرم. هر کاری هم بکنی من میرم. بالاخره اومدم تهران و خدا رحمت کنه مرحوم چیز دیدم تو خیابون لاله‌زار حسین تهرانی رو، گفتم که حسین تو شنیدم تو رادیو زرف میگیری. گفت آره. گفتش تو دوست داری بیای؟ گفتم بله. به وسیله اون من به رادیو رفتم. اون بله، این گفتگو بود با بانو روح‌انگیز. اجازه میخوام همیانان ارجمند حالا یک کار دیگه از بانو روح‌انگیز شما بشنوید به نام آواز ضربی یا مشهور به افشاری، ضربی افشاری، که کلنل وزیری این رو درست کرده بود، خودش هم در واقع همکاری کرده و تار نواخته در این اثر با صدای بانو روح‌انگیز. هر سبزی که در کنار جوی رسته No, no, no.
این اثر رو هم شنیدیم. گفتم خدمت شما اینا اون زمانی بوده که خواننده های ما صفحه پر میکردن، بعد که خب رادیو در مملکت ما شروع به کار کرد اینا جذب رادیو شدن. بانو رو انگیزم جز خوانندگان رادیو شد، در رادیو هم برنامه های اجرا میکرد، با خیلی از هنرمندان همکاری تنگاتنگی داشتن. خیلی از هنرمندان قدیمی من یادمه وقتی با اونا اون زمان گفتگو میشد صدای رنگیز رو بسیار دوست میداشتن. از جمله خود بانو دلکش اشاره کرده بود که من صدای بانو رنگیز خیلی دوست دارم. بانو رنگیز آهنگای شاد هم اجرا کرده اون موقع در رادیو، حتی یکی دو کار محلی هم اجرا کرده. ولی ما بیشتر نظرمون همون دورانی است که در مدرسه کلنل وزیری دوره میدیده. همونطور خودش اشاره کرد 7 سال خیلیه، به عمری دیگه تلمس کرده. ببینید این گونه میشود که یک هنرمند کارهاش ماندگار میشه، برای اینکه واقعا زحمت کشیده، تلاش کرده، از صدای دلنشینی هم برخوردار بوده. یک ترانه دیگری اجرا کرد همون زمان که در مدرسه کلنل وزیری بوده. عرض کنم که شعر این رو استاد گل و گلاب سروده و آهنگش هم آقای پرویز ایرانپوی درست کرده به نام عهد شکن. عهد شکن بسیار مشهور بوده. با هم بشنویم با صدای بانو روح‌انگیز. نبودم از جام دیگر جادم.
این هم از ترانه عهدشکن با صدای این بانو هنرمند. بانو رنگیز خب کنسرت های زیادی هم اون زمانی که دیگه مشهور شده بود در تهران و شهرستان ها اجرا کرد و در این کنسرت ها آهنگ های خاطر انگیز اجرا می کرد و مردم هم از او استقبال می کردن، مضافن که خب رادیو اون زمان تنها وسیله بود که صدای هنرمندان سرزمین ما رو به گوش همبیانان ارجمند ما می رسون. با توجه به اینکه رادیو اون موقع در شروع کارش خب میدونید که دستگاه‌های مدرن آنچنانی نداشتیم، اون قدیما که برنامه‌ها بیشتر زنده اجرا می‌شد و بعد صفحاتی که هنرمندان ما پر کرده بودن به قول مشهور از این صفحات هم استفاده می‌شد و بیشترشون هم برنامه زنده اجرا می‌کردن اون موقع اون زمان، تا اینکه بعدها رادیو فشار گسترش پیدا کرد به خصوص در زمان آقای معینیان، امکانات فنی خوبی در اختیار هنرمندان ما قرار گرفت که کارهای هنری خودشون رو در اونجا اینا دنبال کردن. از بانو روح‌انگیز خاطرات زیاد داریم، اجازه میخوام که یکی دیگه از کارهای دلنشین این بانوی هنرمند رو با هم بشنویم همیهنان ارجمند گرامی و در فرصتهای دیگری اگر باشه باز هم از این هنرمندان خاطرساز برای شما صحبت خواهیم کرد و کارهای خاطر انگیزشون رو برای شما پخش خواهیم کرد. یکی دیگه از کارهای بانو روح‌انگیز رو با هم بشنویم به نام دشتی عشاق. این هم از اون کارهای دلنشینی با صدای این بانوی هنرمند. Thank you.
خب دوستان ارجمند، دشتی عشاق رو با صدای بانو روهنگی شنیدیم. کارهای دیگری هم داره، عرض کردم، با ارکسترهایی در رادیو اجرا کرده، ولی زمان ما خیلی کوتاهه، نمیتوانیم به همه این کارها رو که برای شما پخش بکنیم. بعضی وقتا مجبوریم نمونه هایی رو پخش بکنیم که شما بیشتر با این هنرمندان آشنا بشید. البته نسل جوان باید بیشتر آشنا بشه، نسل های گذشته که خاطرات فراوانی از این هنرمندان دارند و ما فقط یادی از این هنرمندان میکنیم. با تشکر از همکار عزیزم از خدمتتون مرخص میشوم تا برنامه دیگری و دیدار دیگر. خدا نگهدار.